تقدیر گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون پاک. از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم و در این برنامه آقایان دکتر منوچهر گنجی و سیاوش اوستا ما را همراهی خواهند کرد. بله، بسیار ممنونم از شما، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. تا بار دیگر باز این فرصت رو پیدا کنیم با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. من هم خیلی تشکر میکنم از شما. بسیار ممنون. بهار رو برای شما آرزو میکنم. خواهش میکنم. الان روی تصویری که میبینیم آقای سیاوش اوستا هستن و مثل هر هفته غبراق و سرحالشون رو میبینیم و مطالب جالبی که تدارک دیدن در این فرصت کوتاهی که باقی مونده برای بینندگان عزیز بازگو کنن. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما مهربانیان استاد گرامی آقای سیروس شرفشاهی نازنین منوچهر گنجی. خوشحال شدم که ایشون هم امشب اینجا با ما بودن. در خدمتتون هستم آقای. بله، میخوام ببینیم که زبده مطالبی که برای این برنامه امروز تدارک دیدیم و در ذهن دارین برای ما بیان کنیم، ببینیم آغازگرش با چی شروع میشه. نخست خبر بسیار خوش این هست که تظاهرات امروز در ایران بسیار موفق و پرشور بوده و بجز در چند شهر که چند تا ضارب رو مردم ادب کردن، یکی در مشهد یک مامور دادگستری رو به نام محمد حسین شرکا زدنش و یک نفر دیگر رو در شیراز یک آخوندی که با لباس آخوندی به مردم حمله میکرد زدنش رو ترتیبش رو دادن، جدا از اون موج تظاهرات گسترده شده آقای شرفشاهی عزیز و اینکه در چند شهر و به ویژه محلات تهران دختران رعنا و همه شهریار ایران آریایی با دسته های گل رفتن به سوی بخشی از پلیس، پلیسی که ایرانی بودند و اینها شلیک نکردند و گذاشتن که بچه ها شعاره خود چه بودن تظاهراتشون به خوبی برگزار بشه. این بچه ها رفتن، حالا فیلماش از فردا در دسترس همه خواهد بود که خواهید دید و به اینها گل دادن و نوید پیروزی هست. من امشب میخوام آقای شرفشاهی عزیز استاد نازنین یه نکته بسیار 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 مهم رو بگم. اون اینه که ببینید الان دیگه دنیا داره از ایران پشتیبانی میکنه و این بی سابقه است در تاریخ تمامی انقلابات دنیا با. از لخ والسا بگیریم و نلسون ماندلا بگیریم و شیلی رو بگیریم و هر چی رو که شما میخواین اسمشو بذارید، این انقلاباتی که در این سالهای گذشته در قرن گذشته و این 22 سال شده، این جهش انقلابی ایران به رهبری و شهریاری زنان و دختران آریایی بی نظیر و نابغه و تاریخی بوده که در تاریخ ثبت میشه. حالا تنها چیزی که مونده آقای شرفشاهی عزیز این هست که این اکثریت خاموش و نمیدونم چی بیرا بگم نفرت و ننگین آفرین برای جامعه نه تنها ایران برای بشریت که اینها ساکت نشستن پشت سر بچه خودشون نمیان تو خیابون تا این نظام سرنگون بشه. این نظام سرنگون میشه. الان دولت ها آقای شرفشاهی یادمون نره، دولت ها الان همه آماده هستن که جایگزین رو بپذیرن و این نظام رو ساقط کنن و اینا منتظر دو چیز هستن دولت ها، چون احزاب مترقی دنیا، همه احزاب مترقی دنیا و همه انسان های آزاده دنیا پشتیبانی کردن. میبینیم اینقدر زیاد شده، اینقدر با من تماس میگیرن که آقا ما میخوام شعر بخونیم، ترانه بخونیم، یه کار بکنیم، یه کاری بکنیم، چه باید بکنیم، که دیگه اصلا این اشباع شده جامعه. تنها چیزی که مونده جناب شرفشاهی این هست که یک مردم بیان توی خیابون میلیونی بیان. من یه رازی رو امشب اینجا میگم چون همیشه عادت داریم یه هدیه بدیم به عزیزان و مهربانیاران. ببینید وقتی که انقلاب سیاه انگلیسی روسی نظام شاهنشاهی ایران رو ساقط کرد، اینها یه توجیه جهانی میخواستن به عنوان رفراندوم که بیان گوادلوپ رو تشکیل بدن. پیش از تشکیل گوادلوپ
اینها گفتن باید یک حالت رفراندومی تو ایران باشه که ما به لااقل تو تاریخ اینا بزنیم بگیم آقا مردم ایران اکثریت اومدن از انقلاب پشتیبانی کردن. این هیچکی نمیدونه. من الان به شما میگم به تاریخم که مراجعه بکنید، فقط یکی دو بار در روزنامه نیمروز اینا من نوشته بودم، اینو برای نخستین بار علنی اینجا میگم. اومدن این سران انقلاب سیاه خمینی و اسلامی اینها اجتماع کردن در تهران که افرادی مثل بازرگان، بهشتی، مطهری اینا بودن و اینها گفتن خب ما یک روز رو تظاهرات عام اعلام میکنیم عمومی. اون روز رو انتخاب کرد آمریکا، گفت روز جهانی حقوق بشر. روز جهانی حقوق بشر رو آمریکا پیشنهاد کرد به اینها و اینها همون روز مصادف شد سال 1357 ننگین، به تقویماتون مراجعه کنید، مصادف شد با روز تاسوعا. روز تاسوعا شد، جفت شد برای این دین تازی و اینها میلیونی ریختن توی خیابون. همونجاست که مذاکره تلفنی علی امینی رو با شاهنشاه میشنویم و اینا که الان پخش شده، اون روز بود. اون شد یک رفراندوم ناخودآگاه ولی آگاهانه و با برنامه ریزی شده از قبل و بعد اونجا گوادلوب تشکیل شد و اینها پذیرفتن شوربختانه که نظام مقتدر شاهنشاه ایران جاشو بده به چهار تا ملای شپشو. حالا مردم رشید ایران، این فرزندان گرد و دلیل شما رو که میگیرن میکشن، شما همچنان روسری و چادر و چارقد رو رو سرتون نگه میدارید، همونطور انا لله میگید. البته بعضیشون نمیگن، خیلی ها دست میزنن، خیلی ها شادی میکنن، گیسو افشانی میکنن. مثلا برای مهسا عزیزم که دیروز مراسم بوده، آقا افضلی همه بدون روسری و بعد اصلا تیراندازی شده، خود قصه ای داره. ولی برخی که همچنان در کادر اسلامی رژیم هستن، آقای استاد شرفشاه عزیز، و میترسن که اصلا بیان بشین اینا مارک بزنن ضد دین و ضد مذهب، جدا از اینکه همه اینا اومدن برای نابودی ما. 1401 سال ما داریم نابود میشیم، شکنجه میشیم، کشته میشیم، عذاب میبینیم. در این مقطع چون بچه‌ها مقابله به مثل میکنن، تعداد تلفات خیلی کم شده. پس اگر ما میخوایم بازی رو ببریم، بایستی این پیر پاتال ها، میگم واضح هم میگم، اونایی که بالای 30-40 سال عمر دارن، بچه هاشون الان میان تو خیابون، اینا باید بریزن توی خیابون های شرفشایی و از مردم پشتیبانی کنن. تظاهرات بزرگی که رفراندوم محسوب بشه، وقتی اون محسوب بشه تمام سفارتخونه بسته میشه، تمام امکانات جمهوری اسلامی فلج میشه، از سازمان ملل اخراج میشه. من به شما قاطع میگم، یعنی اگر این کار بشه و در کنارش اعتصابات بشه، اعتصابات باید صورت بگیره، الان در چند جا صورت گرفته. دو هفته هم که مردم اعتصاب بکنن، آقای شرفشوی، من اینجا قبلا هم گفتم الان هم میگم، دو هفته که اعتصاب بشه هیچ کس از گرسنگی نخواهد مرد، در داخل خود ایران مواد غذایی اینها تامین خواهد شد. دو هفته اعتصاب و اون تظاهرات میلیونی که الان وقتشه، الان 27 آبان یاد روزشه، باید بیان انجام بشه، پیروزی نصیب ملت ایران میشه. و ما برای نخستین بار، آقای شرفشاهی رو یادتون نره، این خیلی مهمه استاد، استاد شرفشاهی، برای نخستین بار مردم سلحشور ایران، دختران آریایی، فرزندان جوان ما که گفتن بیزارم از دین شما، روسری رو سوزوندن، شیخ و ملا رو کتک زدن، امامه رو سرشون برداشتن، اینا رو لتوپار کردن، برای نخستین بار ما خودمون رو تحمیل میکنیم به نظم نوین جهانی. یعنی اینم که رژیم میاد هی اسنادی میخواد منتشر بکنه که این تظاهرات، این امکانات از طرف خارجه، نه، خوشبختانه قاطع میگم ولی نمیتونم بازش کنم، توضیح بدم، چون اگه بگیم دستا رو میشه رژیم میفهمه. خوشبختانه این جنبش، این انقلاب، الان دیگه انقلاب همه هم میگن، از وقتی که شروع شد فرماندهی، رهبری، پیشوایی، برنامه ریزی دست خود مردم ایران بود در داخل ایران. دست اگر خارجی ها، بعضی رادیو تلویزیون ها تبلیغات میکنن، اونا حرف میزنن فقط، عملیات برنامه ریزی شد توسط کانون های شورشی در داخل خود ایران و رهبری هم داره این کار توسط رهبری بچه ها در داخل ایران داره پیگیری میشه. بله، تظاهرات امروز همطور که شما هم گفتین، خبرها شما گرفتین، بسیار جالب و اثرگذار بوده. ولی یکی از مسائل خیلی مهم اینه که بازارهای اصفهان و تهران باید اعتصاب کنن، ببندن.
این کلکره ها رو بکشیم پایین، شما دوتا در جریان انقلابی که این رژیم رو برآورد نقش عمده داشتید، الان باید جواب بدید. اصفهانیا، بازار اصفهان، بازاری های تهران، شما مقصرین اصلی این حکومتید، آبروی کار آوردن این حکومتید. این باید در حال جزاشو بدید، باید دست به اعتصاب گسترده بزنید، کرکره ها رو بکشید پایین، بزنید کار یک سره بشه، مردم ایران نجات بده کنن از این شرایط بدبختی و فلاکت و نداری. استاد شرفی، من این نکته اینجا بگم برای این پیرپاتالایی که هنوز مقید به دین و ایمان و نمیدونم نماز و از این مزخرفات هستن. ببینید، این نسل جوان که این دین تازی رو قبول نداره مختص نسل جوان نیست. من در پاریس تا این 40 سال عزیزان بسیاری رو ملاقات کردم، دیدم، باشون در تماس هستم که از آدم 90 ساله، 80 ساله، 70 ساله به این بیزارم از دین شما رسیده تا این بچه های الان، یعنی بچه ها نمونه شد. من امشب چون مصادف هست 27 آبان، درسته که یادروز جنبش مردم ایران و کشتار ایرانی ها در 2 سال پیش هست، ولی یادروز در گذشته یک شاعر بزرگ و توانایی است که شما همه میشناسینش، آقای رحیم معینی کرمانشاهی. معینی کرمانشاهی همه میشناسن، ترانه هاشو همه خوندن. آقای شرفشاهی همه میدونن یک آدم غیر مذهبی نبود، مذهبی بود. ولی میخوام اینو امشب اینجا بگم که مثل معینی کرمانشاهی، مثل شاهرخ عزیزم در همونجا، مثل سرکار خانم همیرا، مثل خیلی دیگه از هنرمندا که اینا حتی برای علی علی خونده بودن، الان در خط انقلاب نوین مردم ایران که بیزاری از دین تازیان هستن و آیین اوستا، آیین زرتشتی رو پاس می‌دارن. من میخوام یک هدیه بدم به شما استاد چرفشاهی، اون اینه که معینی کرمانشاهی چند ماه پیش از این که از جهان بره، استاد گلپایگانی پاریس بودم، فرمودن که معینی گفت یه زنگ تو بهش بزن. منم جلو آقای گلپایگانی بهش زنگ زدم، گفت فلانی من یه شعری تازه گفتم، گفتم این بدم به تو، بدی یه کسی بخونه. 8 سال گذشت این شعر رو کسی نخوند. ببینین چیست، 4 خطه میگه: بیگانه در ایران است، داره امروز رو میگه شعر مردم و جوانانو، برگیر گریبانش، زین خاک برونش کن، این اسب و تو این ایران، این اسب و تو این میدان، برگیر گریبانش، زین خاک برونش کن، با توسن آزادی سرکش ز جنونش کن، بیگانه در ایران است، ما پیرو زرتشتیم، از کوروش آن پشتیم، برخیز به پای خود زین پیش زبونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است. آیه استاد چرفشاهی میگه فرمانده ما تازی، اونایی که میترسن واژه تازی رو در رسانه‌های خودشون به کار ببرن، فردوسی گفته، معینی کرمانشاهی داره میگه فرمانده ما تازی، بفکن تو کمندت را، از تخت نگونش کن، از تخت نگونش کن، بیگانه در ایران است، برگیر گریبانش، زین خاک برونش کن. شفیعی کدکنی این معینی کرمانشاهی این وصیت نامش بود که تازی گفت، زرتشت گفت، اوستا گفت، پیرزنا، پیرمردا، یاد بگیرید از کسانی که با ترانه هاشون یک عمر عشق کردید. بله بله، بسیار ممنون از شما. در حال مسائل بسیار مهمی رو در این برنامه همیشه مطرح میکنین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. درود بر شما استاد چرفشاهی، سپاسگزارم. درود بر شما شهرتی، خداحافظ. برادر مهندس شجره رو بهش بدرود میگم. بله بسیار ممنون. بار دیگر در آخرین لحظه ها تکرار میکنم، بازارهای اصفهان و تهران حتما باید بسته بشه و به این جوانان سرزمین ما که در حال به پا خواستن تا ایران رو از شر این آخوندها نجات بدن، این کار میتونه بالاترین در حال کمک ها رو و یاری ها رو بکنه. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر منوچهر گنجی، سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی را برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.